من متاسفانه قصدم اینجا گفت من شبا دیر که میام خونه مادرم فکر میکنه بچه هم رفته زیر ماشین، زنم فکر میکنه رفته الگاتی، کاش این دومی درست باشه. حالا من هم خیلی دلم میخواد که این دومی درست باشه، ولی بذارید بذاری روزه بخونم براتون راجع به این که اولی هم وجود داره. ببینید، یکی از گرفتاری هایی که اگر تو آسیب شناسی حرکت اجتماعی ایران ببینید، یکی از گرفتاری هایی که برای ما ایرانی ها وجود داشته است، یک بار دیگه هم چند سال بیشتر همین سوال عرض کردم، در شماره دوم روزنامه سور اسرافیل شما این مطلب این خونین جانبی خان نوشته که این حرکتی که انجام شده مشروطیت نشان میدهد که تک تک آحاد ملت ایران به حریت رسیدن و جز حریت چیز دیگه به تحمل نمی کنند، بنابراین نه دیگر می شود برای مردم فشار رو برد، نمی شود استبداد کرد. چه و چه در اون زمان 97% جامعه بی سواد بود، در زمانی که میزانگی خواه مطلب بود تک تک آحاد ملت حریت در از وجود شد، نمی دونستن به حریت چی. منطقی این حرف ها حرف های خوبی سادم میگه خوشش میاد. من حالا به قصد توهین ملت ایران ندارم، ولی باور ندارم که در جای دیگه دنیا، در همین دوست انگلیس شما هستی یا در آمریکا که تنها مرساسی بدون خدا جانو داره، اینطوری باشه که در تک تک آحاد ملت حریت بجوشن. به نظر میرسه که اگه 2 دلار مالیات رو بیاریم پایین، پولی به مردم بدین، اینا که همین اتفاقی سر آقای احمدی نژاد و ایران افتاد. ببینید، اون که من ایران و اصولاً اون چی که حکومت هست و اون چی که اقتدارگراها هستن صلب و سنگین تر از اونه که شما فکر کنید که با 2 تا تو خیابون اومدن و 5000 نفر تو نماز جمعه رفتن اینا میشه تکون اساسی بهش داد، به طوری که دین اسلام و دین از قدرت جدا بشه، از حکومت جدا بشه، به ولایت فقیه هم بره فلان، اینطوری نیست. اون چی که تو این کار شدنی هست مربوط میشه به مداومت، مداومتی که در مردم ممکن است وجود داشته باشه. چه میگم ممکن است؟ به خاطر اینه من از رمانتیزه شدن این ماجرا میترسم، از اینکه این سطح نگاهش و توقعش میکشه گاهی اوقات خودشو بالا تا به حدی که اصلا من نمیدونم اصلا یه همچین چیزی در توان اصولا به فرض اینکه 90% مردم ایران هم باشن اصلا در توانش هست، از این میترسم. در توی آسیب شناسی جنبش های ایران یکی از مهمترین چیزایی که صدمه زده است به جنبش های ایران این توقعات بیش از اندازه. شما روزنامه های دوره مصدق رو بخونید ببینید که روزنامه های طرفدار به دکتر مصدق چی میگفتن. این هندونه ای که اول زیر بغل آقای احمد نژاد گذاشته میشه که برو مدیریت جهان رو بکن، اینم به حال بخشی از جامعه ایرانه. یعنی فکر میکنید که این چون پول نفت 100 دلاری رو تونسته تقسیم بکنه تو روستای فلان، دیدین توی آگهی تبلیغاتی ریاست جمهوری خریده باشین که خونه ایست که برای یک زن بلوچ ساخته، اون رو آورده نشون داده. من توی مقاله نوشتم خب ما کی گفتیم 300 میلیارد دلار میشه خرج کرد یه دونه خونه برای زن بلوچ نساخته؟ ما کی همچین حرفی زد؟ مقصودم این است که این نگاه از این طرف، یعنی ما توی انتخابات اخیر باید یک درس مهمی ازش برآمده است. 300 میلیارد دلار خرج شده به اضافه تمام اهرم‌هایی که دور و بر بوده، بنابراین یه توده ای از مردم، اگر 50% چون باشم من اینکه تعجب ندارم، اونها توجه جلب کردن به بخاطر اون 300 هزار تومانی شده 800 هزار تومان. اینطوری نیست که نبینیمش. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از گفتن حرفای شیک، از گفتن حرف تیتیشمانی غیر قابل اجرا. من پشتم میلرزد از فکر این که ما به خودمون بگیم دیگه در دوران فعلی نمیشود سانسور کرد. چطور نمیشود؟ کرد تو هم میسوزه اخیر کرد. جامعه 75 میلیون رو بس. 5 تا فیلم بیشتر دست بی بی سی و سی ان ان اینا نرسید. از جامعه 75 بار قطع کردن سی ان ان موفق شد. چرا خودمون رو گول میزنیم؟ تعداد این قضایی شما یه دونه فیلم از توی ماجرای کشته شدن ندا بیرون اومده است. بقیه صحنه‌های تو خیابونی ازش اتفاق نیفته. شبا این تلویزیونایی که وجود داشته همه تو سرشون زدن که ازش عکس و فیلم پیدا کنن، غیر از اینکه بچه‌ها به طور خصوصی رفتن رو موبایلاشو گرفتن آوردن. بسته شدن اینترنت، شما می‌دونید همه خونه‌های ایران توش اینترنت وجود داره یا اونا میتونن از سرعت زیاد بپرن برن بالا؟ اینطوری نیست. یعنی پیدا کردن تصورهای اگزاجره شده راجع به توانایی‌های
سیستم اطلاع رسانی خطرناکه. دادن توان بر جامعه‌ای که توان این کار نداره خطرناکه. دو ماه دیگه این حادثه ادامه پیدا کنه اگر مردم رفتن خونه‌هاشون و سودهای تسلیم مثل بعد از سرشن مرداد خونده شد، تعجب نداره. چه تعجب داره؟ مردم بخیر باید زندگیشون رو بکنن. مهم این هستش که با گفتن این حرف، یعنی با گفتن حرفی که خوش آمدنیمون هست، خطر این وجود دارد که ما حادثه ای که در ایران میگذره میزان فشار و میزان عملی رو که باید انجام، استراتژی عمل رو یادمون بره. ما چی که در داخل ایران بچه ها باش عمل میکنن استراتژی دیگری است. اینکه ما تو لندن بشینیم برای این درست کنیم که دین از حکومت میشه جدا کرد ولی از فقیه میشه تعدیل کرد، ما خوب بکنیم. ما باید به طرف دوری از فریب بریم، خودمون رو گول نزنیم، اون چرا که اصلیت وجود داره ببینیم. یعنی ببینیم هر کدوم از این شاخه ها به هر حال طرفدارانی دارن. ماها آقای دکتر بنده فرخ، ما یک نسل هستیم. آقای دکتر من که در یک سال به دنیا آمدیم، ماها مال نسلی هستیم که بعد از جنگ جهانی دوم بود، وقتی چشمشو باز کرد تو دهه 60 بود، تو دهه 60 دنیای دیو و فرشته بود، همه دنیا دیو و فرشته بود، همه دنیا رو دیو و فرشته میکردیم. من هنوز چون یادگار اون نسلم، هنوز یکی از سخت‌ترین شکنجه‌هایی که خانم به من میده موقعی است که من میگه با یکی از این دیگای آیکیا ظرف بشور، چون کف آلوس که بقیه بشورم کفش نوشته مین این ویتنام. من با هر دفعه این دستم میگیرم یاد جیاب میفتم، یاد صحنه میفتم، یاد نسل ما میفتم که کوچه به کوچه دارم یادش. ما ها فکر کردیم اینها دیگه اصل خود حق هستن، اون که اون برای باطله. الان حق که ما تصور میکردیم به گدایی افتاده چون مقابل باطل و دستش دراز کرده باطل اومده رفته اونجا سفارتخانه درست کرده. ماها این ضربه ها رو خوردیم تا 100% همون خورد شد. شماها جوانیم داوطلبانه 100% هاتون رو بشکنیم. داستان دیو فرشته نیست.